سوال 3 آزمون امروز بچه‌ها سوال مبحث املا بوده. در چند مورد کلمه داخل کمانک از نظر املایی نادرست است. خب نه نشاط دوستانم نه فراغ بوستانم. خب فراغی که به با ق دو نقطه باشه، با قاف باشه، به معنی دوری و جدایی. فراغ با قین به معنی آسایشه. خب اینجایی که راجع بوستان داره صحبت میکنه، پس فراغ با ق نقطه درسته. دل نبازد هر که را باشد صلاحی از صلاح. خب دقت کنید بچه ها، دل نبازد هر که را باشد، این به احتمالاً برای خیلیاتون اذیت کننده بوده. دل نبازد هر که را باشد صلاحی، این صلاح همون اسلحه، از صلاح یا صلاح. خب ببینید صلاحی از صلاح داشتن، اولا این ساختارش به درد ما نمیخوره. پس این صلاحی از صلاح داشتن، یعنی یک صلاح اسلحه‌ای داری از کارهای درست، پس این هم درسته. زهی زباده لعلت در آتش آب زلال، یکی ز حلقه به گوشان حاجب تو. حلال یا هلال، خب این حلال این کار درست و مجاز، هلال که هلال ماهه، ماه نو به عبارتی. خب طبیعتاً یکی ز حلقه به گوشان حاجب تو، هلال، این هلال برای ما درسته و حلال اینجا برای ما معنادار نخواهد بود. تا چین سر زلف وطن شد وطن دل، عزم سفرش از گذر حب به وطن. آخ آخ آخ، یکی از چالش همیشگی تستای املا. خواست، درخواست کردن، خواست بلند شدن. خب ببینید عزمی که از وطن بلند شده یا عزم سفری که از وطن درخواست شده، بچه ها دقت کنید اینو تو ذهن بسپرید. خواست به معنی بلند شدن، بلند شدن یه حرکتیه به سمت بالا. خب نگاه کنید تو ذهن بسپرید این خواست رو، ببینید این خواست رو ببینید، بلند شدن حرکتی به سمت بالا. خب حرکتیست به سمت بالا. اگر دیدی بلا فاصله بعد از خ رفت بالا، این خواست به معنی بلند شدنه. در غیر این صورت هر معنی دیگری بده. با واو معدوله به این شکل نوشته میشه. خب عزم از حب وطن بلند شد، یعنی حب وطن رو، عزم سفر رو داشت و حب وطن رو رها کرد و ازش بلند شد. پس این خواستم درست نوشته شد. پس تنها غلط ما در سوال 3 یک دونه هلال بوده، جواب گزینه 1. سوال سوال جذاب و جوندار بود، به نظرم میشه گفت در بخش املا و لغت سخت‌ترین سوال همین سوال 3 بوده.